مقام های بنگلادشی میگویند با تشدید درگیری میان ارتش میامار و شورشیان در استان راخین در ماه‌های گذشته بیش از هشت هزار آواره مسلمان دیگر گریخته و با عبور از مرز به بنگلادش پناه آوردند همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم مقامات بنگلادشی از ورود هزاران آواره روهینگیایی دیگر به این کشور خبر می‌دهند خشونت ها با تشدید درگیری بین حکومت نظامی میامار و ارتش آراکان که یک گروه شبه نظامی قوی و بسیار قدرتمند برگرفته از اکثریت بودایی است تشدید شده است مقامات بنگلادشی میگویند که در ماه های اخیر 8000 مسلمان روهینگیایی برای فرار از خشونت هایی تشدید شده در ایالت راخین در غرب میامار به بنگلادش گریختند یک مقام ارشد دولت بنگلادش در امور پناهندگان در این باره گفت بر اساس اطلاعات ما فقط در دو ماه گذشته حدود 8000 روهینگیایی به کشور ما آمدند وی در ادامه گفت بنگلادش در شرایط دشواری قرار دارد و قادر به پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان روهینگیایی نیست با حجوم این آوارگان دولت بنگلادش به دنبال تشکیل یک جلسه العاده، برای بررسی موضوع است. گفتنیست موج اصلی آوارگان روهینگیایی از سال 2017 و با تشدید خشونت و قتل از سوی ارتش و بودایان افراطی میانمار شروع شد. به گونه ای که اکنون بیش از یک میلیون نفر از آنان در منطقه کاکس بازار بنگلادش زندگی می کنند. این افراد که در اردوگاه های پر ازدهام جنوب بنگلادش زندگی می کنند امید چندانی به بازگشت به خانه و شهر خود را ندارند. آنها در این اردوگاه ها از حقوق شهروندی و دیگر حقوق اولیه محروم هستند و شرایط زندگی در این اردوگاه ها به ویژه برای کودکان بسیار وخامتبار است. افزای شخیر خشونت ها و سرکوب ها علیه روحین گیایی ها در میامار بدترین خشونتی است که آنها از زمان سرکوب نظامی در سال 2017 تجربه کردند. سازمان ملل از خشونتهای سال 2017 به عنوان اقدام به هدف نست کشی یاد کرد. این اقلیت مسلمان بدون تابعیت همواره در کشورشان میانمار مورد آزار و اذیت بودند و تحت آپارتاید شدید زندگی می کردند. آنها پس از فرار از خانه ها و شهرهای خود اکنون در شلوغترین اردوگاه های پناهندگان جهان در بنگلادش زندگی می کند. نکته تأسف بارتر آنکه تنش میان پناهجویان روهینگیایی نیز به خصومتی مرگبار تبدیل شده است. از پیش از سال 2017 بین کسانی که در آژانس پناهندگان سازمان ملل در بنگلادش ثبت نام کرده بودند و در اردوگاه های رسمی زندگی می و کسانی که ثبت نام نکرده بودند مشکلاتی وجود داشت. این تنش ها اکنون میان نسل های قبلی پناهندگان روهینگیا که در سالهای 1978 و 1991 تا 1992 به بنگلادش گریختند و تازه واردهای مهاجرت سال 2017 تبدیل به خصومت شخصی شده است.